صید دریایی و خوردن آن برای شما حلال شده تا شما و مسافران از آن استفاده کنید، ولی تا وقتی که در حال انجام مراسم حج هستید شکار حیوانات زمینی بر شما حرام شده. از نافرمانی خدایی که پیش او جمع آوری می شوید بترسید. خدا کعبه را برای انتظام امور مردم بیت الحرام قرار داده. همینطور ماه حرام و قربانی و قربانی قلاده‌دار را. این کار برای این است که بدانید که خدا آنچه در آسمان ها و زمین است می داند، و بدانید که خدا هر چیز را به خوبی می داند. بدانید که مجازات خدا بسیار شدید است و خدا آمرزنده و مهربان است. وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ حکم و نظر خداست و خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه را مخفی می کنید می داند. بگو ناپاک با پاک مساوی نیست، اگرچه زیادی ناپاک ها باعث تعجب تو شود. بنابراین ای خردمندان، از نافرمانی خدا بترسید تا رستگار شوید. ای افراد با ایمان، از چیزهایی که اگر برای شما روشن شود شما را ناراحت می کند سوال نکنید. اگر موقع نزول قرآن درباره آنها سوال کنید برای شما روشن می شود. خدا از آنها گذشته، خدا آمرزنده بردبار است. قبل از شما عده‌ای درباره این چیزها سوال کردند و بعد منکران شدند. خدا بحریه و صاحبه و وسیله و هام قرار نداده، ولی افراد بی ایمان حرفهای دروغی را سرهم می کنند و به خدا نسبت می دهند. بیشتر آنها عقل خود را به کار نمی برند. وقتی به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و پیش پیغمبر بیایید، میگویند همان چیزهایی که پدرانمان را بر آن یافتیم برای ما کافی است، اگرچه پدرانشان چیزی نمی‌دانستند و راه صحیح را نشناخته بودند. ای افراد با ایمان، وظیفه شماست که خودتان حقیقت را بشناسید. در صورتی که راه صحیح را شناخته باشید، کسانی که گمراه شده اند ضرری به شما نمی زنند. بازگشت همه شما پیش خداست و خدا شما را از کارهایی که می کردید با خبر می کند. ای افراد با ایمان، وقتی مرگ یکی از شما فرا رسید، موقع وصیت دو نفر شاهد عادل از خودتان یا از دیگران را بگیرید. اگر موقع مسافرت دچار مصیبت مرگ شدید، در صورتی که شک دارید آن دو نفر را بعد از خواندن نماز نگاه دارید تا
تا به خدا قسم بخورند که شهادت را به هیچ قیمتی نمی فروشیم. اگرچه از خیشانمان باشند و شهادت خدا را مخفی نمی کنیم. چون ما در آن صورت از گناهکاران خواهیم بود. اگر معلوم شد که آن دو مرتکب گناهی شدند، دو نفر دیگر که شایسته تر هستند و به آنها در شهادت ظلم شده است و به مرده نزدیکترند، جای آنها قرار بگیرند و به خدا قسم بخورند که شهادت ما از شهادت آنها درست‌تر است و ما از حق تجاوز نکرده ایم، چون در آن صورت ستمکاریم. این کار برای این که شهادت مطابق حق باشد بهتر است و همینطور برای این که بترسند که قسم آنها بعد از قسم دو نفر بعدی رد شود. از نافرمانی و عذاب خدا بترسید و از فرمان او اطاعت کنید. خدا کسانی را که از او اطاعت نمی کنند هدایت نمی کند. روزی که خدا پیغمبران را جمع می کند می گوید دعوت شما را چگونه اجابت کردند؟ می گویند نمی دانیم، تو غیب ها را می دانی. هنگامی را یادآوری کن که خدا گفت ای عیسی ابن مریم، نعمتی را که به تو و مادرت دادم یاد کن. وقتی که تو را با روح القدس یعنی روح پاک تأیید کردم و در گهواره و بزرگسالی با مردم صحبت می کردی و وقتی که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را یاد دادم و وقتی که از گل به شکل پرندهی درست می کردی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرندهی می شد و کور مادرزاد و پیس را به فرمان من شفا می دادی و مرده را به فرمان من زنده می کردی و وقتی که تو را از شر بنی اسرائیل حفظ کردم